چیزایی که حتما حتما باید توی تابستون هممون داشته باشیم. فکر کنم پوینت هم بهتون نشون دادم. این بعدش رو بچه ها بعد وای به تابستون بده. اکسیلای توشو ببینید. حالا امسال مثل اینکه سال پرمانه بچه ببخشید احساس میکنم دارم پس فشن تبلیغ میکنم. این سریال هایی که به من شدیدن وای به تابستون میده. احتیاج دارین یه نفر اینجور خودتون بده اون تو. 1, 2, 3 Fuck it. های اسم من آیده و خوش اومدیم به ویدیو دیگه با من. توی این ویدیو قرار بهتون سامر ماست هوامو بگم، یعنی چیزایی که حتما حتما باید توی تابستون هممون داشته باشیم و آخر ویدیو میخوام بهتون چند تا فیلم و سریال معرفی کنم که تو تابستون ببینید نه حالشو ببرید. پس حتما تا آخر نگاه کنید. با مهمترین رو شروع میکنم. این دوستمون که اینجا میبینین ضد آفتاب هستش با SPF 50. من اینو سال هاست استفاده میکنم ولی امروز رفتم پیش دکتر پوستم و به هم یه دونه دیگه داد برای اینکه امتحانش کنم. اینو هنوز راستش استفاده نکردم، بعدم نظرم تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم. فقط مهم اینه که یه چیزی بخرین که زیاد باشه و بتونین زیاد زیاد ازش استفاده کنین و چند بار تو روز ازش استفاده کنین. شماره دو، این اسپرای آمن برای پوستن. وقتی که توی تابستون پوستتون خشک میشه از اینا میتونین استفاده کنین. فقط همینجوری نگه میدارین و از دور به خودتون میزن. اینو من قبلا داشتم، بوی خاصی نمیداد، فقط اون حس فرش شدن رو میداد، ولی اینو من دیروز خریدم دقیقا بوی همین میوه‌ای که روش هست رو میده. خیلی خیلی بوی تابستونی قشنگی میده، یه حس تازه هم به صورتتون میده، قشنگ تو تابستون گرمت این میزنی عالی. فکر کنم بعد از ضد آفتابا مهمترین چیز اینه که آدم بوی خوب بده و چی بهتر از عطرای خوب. این دوتا عطر زارا رو من تازه گرفتم و توی این پکای دوتایی با هم میاد، دوتاییش با هم تخفیف خورده. فکر کنم دوتایی با هم 9 یوروه و اینا دونه ای 12-13 یورو. سو اگه میخواین الان عطر تابستون بخرین خیلی وقت خوبیه و اگه تو اروپا زندگی میکنین. مورد علاقه من همین بنفشه است، اصلا معلوم نیست ولی عکسشو اینجا میذارم. قبل اینا هم من برای تابستون اینو استفاده میکردم، بوی شکوفه های گیلاس میده. تنها مشکلی که داره اینه که موندگاری زیاد نداره. بعدی افترسان هستش که الان تابستون شما یه آفتاب میگیرین همینجور بیرون میرین پوستتون میسوزه. یه دونه افترسان داشته باشین فقط بزنین که پوستتون بعدش دیگه سوخته یکم خراب نشه. بهش نمیخوره ولی خیلی مهمه. فکر کنم پوینت هم بهتون نشون دادم. استاپ ایت. مستابه این تابستون عینکای آفتابی کیوت هستن، حتما استفاده کنید. من خودم اینو از شیلی گرفتم و خیلی خوشگله. این عینکای سفید رو خیلی دوست دارم. امسال تابستون هنوز این لیپ گلاس های شاینی موده، پس تا میتونین خودتون رو باش خفه کنین هیچکی جلوتون رو نمیگیره. این دوتا رو من فکر کنم قبلا هم 100 بار بهتون نشون دادم، اینا لبای آدم پامپ میکنه. اولش یکم میسوزونه ولی بعدش لبات پامپ میشه. خب این الان قبله، این بعدشه بچه ها. حالا الان نباید انتظار داشته باشین اندازه لیپ فیلر بزرگ شه ولی برای یه لیپ کلاس واقعا کارشو انجام میده. دیگه بهتون بادی لوشن پیشنهاد میکنم، یه ژل شستشوی بدن خوب که بوی خوب هم بده. بچه بوی این از همه چی مهمتره. بعد وای به تابستون بده. اسکراب بدن و صورت رو بهتون پیشنهاد میکنم و بهتون هم پیشنهاد میکنم که قبل شیف کردن استفاده کنین که قشنگ پوستتون صاف در بیاد. کرم مرطوب کننده برای همینجوری که مثلا تو بیرون دستاتون یه لحظه خوش میشه بزنین یا مثلا پوستتون توی آفتاب خوش میشه یه لحظه تو مرطوبش کنین تا برسون خونه. یه عالمه لیپ بالما و لیپ اویلای مختلف. همیشه این کوچولوها رو تو کیفم دارم، تو همه کیفم واقعا هستن و همیشه هم روزی فکر کنم 30-40 لفه استفاده میکنم. اینو تو یکی از ویدیوهای قبلی هم دوباره بهتون معرفی کردم. این خیلی خوشمزه است بچه‌ها، از مارک EOS. و اینکه من هیچ تبلیغاتی اینجا انجام نمیدم، همه چیزایی که میگم چیزایی بود که خودم خریدم دوست داشتم و دارم بهتون معرفی میکنم. بچه ها هیت پروتکشن 100 دفعه تو ویدیوام گفتم اگه میخواین موهاتون رو سشوار کنین، اوتو کنین، فر کنین، هر کاری میکنین هیت پروتکشن بزنین، برای اینکه موهاتون 60-70% کمتر آسیب میبینه به خاطر اون گرما. این مال نیوا هیت پروتکشن و یکم ولوم هم به موهاتون میده، حجم میده، ولی یه مشکلی که داره اینه که یکم موار چسبونکی میکنه و من اینو اصلا دوست نداشتم. به خاطر همین خیلی پیشنهاد نمیکنم. اگه مثلا نمیدونم موهاتون رو میخواین حالت خاصی بدین که اونجوری تا آخر روز بمونه، مثل تافت عمل میکنه، ولی من میگم دوست دارم اینجوری دست به موام بزنم، موام همجوری رد شه و دوست ندارم چسبونکی باشه. این یکی هم من به عنوان تافت خریدم، یعنی کاری که این یکی انجام میده و بعد دیدم هیت پروتکشنه. آره هیت پروتکشن و استایلینگ سپریه.
از شوارتزکوف بازم تا 230 درجه محافظت میکنم. بچه این دوتا داشتنشون ضروری نیست، ولی اگه داشته باشی زمین تا آسمون فرق میکنی. اینا با دیسپلشن و این یکی توش اکلیل داره، یعنی اینجوری میزنی به دستت، نمیدونم معلومه یا نه، ولی برق میزنه. اکلیلای توشو ببینین، مثلا تو فکر کن یه همچین چیزی رو زده باشی و خورشیدم داره بهت میتابه و اینم دوستم کلا هر چی بوی چری بده دوست دارن. دیدین هر عکسی راجع به تابستون تو پینترست میبینین این دوتا هم توشون هست. این دوتا از سنگ گواشان، بعد اینجور صورتتو باهاش ماساژ میدی و انقدر صبح خیلی خوبه، اینجور صورت آدمو فرش میکنه، چون که هم خنکه هم که داری ماساژ میدی دیگه خیلی مزه میده. حتما پیشنهاد میکنم مخصوصا اینو. یه ماسک زدی میزنی خیلی خوبه. فکر کنم گواشا رو داری، اینا رو نداری. اینا ماسک صورت هم بیان من مورد علاقه ترینام بهتون نشون بدم. ای کاش اینا بیان به من تبلیغ بدن، چون که خیلی دوستش دارم اینا، ولی متاسفانه خودم کمتر استفادهش میکنم چون شستنش سخته. من یه چیز دیگه هم دیروز خریدم، این برای جوشه. این پچه‌های کوچولو رو میزنی رو جوش، شب تا صبح میمونه و جوشت خشک میشه دیگه، مثلا هی بزرگتر نمیشه. و اینکه من این دوتا رو من روی دماغم میگیرم، چون واقعا خوشم نمیاد اینجا دودون سیاه میاد. و شنیدم که اینا یه چیزیه که همیشه هست و خیلی کاری نمیتونی بکنی، فقط باید صورتت رو زود به زود بشوری که زیاد نشن و از اینا استفاده کنی. فکر کنم به جز جنوب ایران، تو بقیه ایران خیلی بولد نیست، ولی حنا، من هر سال تابستون سر تا پامو حنا میزنم. و فکر کنم توی پینترست هم سرچ کنین مثلا حنا تاتو ایدیاز، یا الان میاد اینایی که روی دستشون میزنن، رو کمرشون، رو گردن اینا میزنن، خیلی خوشگله. بچه اینجوری میتونین خودتون اینا بگیرین بعد بکشین رو دستتون، خیلی آسونه. اینی که من الان زدم بذارین معلومه، این کلیپس های مو امسال تابستون خیلی 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 مود شدن. یعنی هر عکس تو پینترست میبینی، هر دختری تو خیابون میبینی، این یه دونه رو داره حتما. و کلا که کلیپس های کیوت موده، ولی این گله خیلی مود شده با این پروانه. کلا امسال مثل اینکه سال پروانه است و همه دارن چیزای پروانه ای میزنن. کلا پیشنهاد من به شما اینه که اینجوری کلیپس های کوچولو کیوت میرد بر خودتون بخرین. گفتم پروانه مود شده، این کلیپس های کوچولو پروانه ای رو دیدین همه تو ماشون میزنن، اونا رو من میخوام سفارش بدم، خیلی چیز کیوتیه. همینجوری ماتو باز گذاشتی چند تا کلیپس پروانه ای هم میزنی. دوستان همینجوری که مرماید کور داره مود میشه، یه استتیک خاص واسه خودشه، این اکسسوری صدف و اینا هم داره مود میشه. و کلا چیزای دریایی مثلا صدف، ستاره دریایی، اینا خیلی تو پینترست زیاد شده، به خاطر همین یکم وایب اون اوشن و نمیدونم دریا و وکیشن و اینا میده. حتما اینو بگیرین. یه کاری که آدم میکنه اینه که تو تابستون همش لباسای رنگی رنگی میپوشی دیگه، و من هیچ اعتقادی به اینکه فقط اکسسوری طلایی و نقره استفاده کنین ندارم، به خاطر همین یه عالمه این دستبندای پارچه‌ای، نه ببخشید، دستبندای کانوای بر خودم بافتم. نگاه کنین چه خوشگلن. اخو تعریفی نمی کنم، ولی آره اینا رو بر خودم درست کردم و همه لباسام ست می کنم. و اینکه پیشنهاد می کنم الان که تابستونه حداقل فقط از طلایی و نقره ای توی وسایلاتون استفاده نکنید. یکم به دستبندهای رنگی رنگی توجه کنید، خیلی چیزای کیوتی ان واقعا، مخصوصا اگه مثلا با تاپتون یا نمیدونم با جورابتون اینا ست باشه. جورابو نمیدونم از کجا درآوردم، ولی ست قشنگه. این دیگه آخرین چیز میکاپ باشه که بهتون معرفی کنم، اونم اینه که یه دونه این پلت رو داشته باشین. با اینا هم میتونین خط چش بکشی، هم روش بزنی. اینو توی یکی از ویدیوام بهتون یاد دادم، هم به عنوان هم آیشادو ازش استفاده کنین، خیلی به درد میخوره. یه دونه این پلت رو داشته باشی دیگه، صد تا مثلا رنگی رنگی نخری، خیلی تابستونی و قشنگه. یکم اساسم هم در هم برهم شد. این روغن مو، روغن آربانه. من همیشه بعد همون به این پایینای مو میزنم، از این پایین شروع میکنم تا این وسط رو میارم، خیلی بالا نبرین چون چرب میشه. روش نوشته هر روز استفاده کنین، ولی من همیشه فقط بعد همون میزنم، چون من یه روز در میونم میرم همون دیگه، فقط به این پایینای مو میزنم و روز بعد احساس نمیکنم که نیاز دوباره استفادهش کنم. بچه رسیدیم به قسمت خیلی مورد علاقه خودم، تاپای کیوت توی تابستون. یعنی مثلا این تاپایی که نمیدونم مدل یقاش مدل داره، یا خیلی ساده ساده رنگی رنگیه، یا نمیدونم یه عالمه تو پینترست هست میتونیم بریم ببینیم. بچه ببخشید احساس میکنم دارم فست فشن رو تبلیغ میکنم، هرچی که خودتون صلاح میدونین، ولی تاپای رنگی رنگی یکی از چیزهای مهم توی تابستونه. یه چیزی هم که من از آلمانی یاد گرفتم اینه که توی تابستون میرن یه عالمه مثلا لباسای سخت میخرن، حالا بیکینی باشه، مایو باشه، شلوارک
لب ساحل باشه، مثلا یه سری چیزایی که لباسای ساحلی اینا یا پیراهن باشه، چون که اینا بیچ پارتی و نمیدونم پول پارتی و اینا زیاد میگیرن و کلا مثلا توی تابستون فقط لب ساحل ولن. به خاطر همین اگه تو کشورهای اروپایی زندگی میکنی یا کلا خودتونم با دوستاتون زیاد استخر اینا میرین، برین یه عالم مثلا مایوهای کیوت بگیرین یا بیکینیهای رنگی رنگی بگیرین. من رو رنگی رنگی خیلی اصرار دارم، چون که تابستون بچه‌ها یکم بیاین دنیا رو زیباتر کنیم. یه بطری آب بر خودتون بگیرین، همیشه 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 جلو چشتون باشه. یعنی من یه دونه برای مدرسه دارم جدا، یه دونه برای روی میزم دارم اینجا میذارم، هی میخورمش دوباره میرم پر میکنم. و آب توی تابستون یکی از چیزایی که باید زیاد ازش استفاده کنین. چیز بعدی که خدا رو شکر هنوز از مد نیافتاده این توت بگا، یعنی خیلی خوشگلن. این کیفای پارچه‌ای خیلی ساده‌ن، شما میتونین خودتون یا با طرح بگیرین یا یه چیزی بگیرین خودتون روشو دیزاین کنین. یکی از سرگرمی‌های تابستونتون میتونه باشه. چیزی که من تو تابستون خیلی خوشحال می‌کنه این دفترچه‌ها و نوت‌بوک‌های رنگی رنگی هستن. تو اینا میتونین همه چیز بنویسین. مثلا تو میتونین تو پلن‌های تابستونت رو بنویسی، باکت لیستت رو بنویسی یا خاطراتت رو بنویسی و برای همیشه برات میمونه دیگه. داریم با آخرین لیستمون نزدیک میشیم. به نظرم دمپایی‌های مثلا نمی‌دونم تابستونی، صندل، اینا خیلی باحاله، تو استایلتون هم خیلی تاثیر داره. حالا من ایرانو فکر میکنم خیلی آدم با دمپایی بیرون نمیرن، ولی در کل مثلا شما میتونید صندل بگیرین. آخرین نکته هم اینه که تو تابستون سعی کنید بیشتر لباسای نخی بپوشین، چون هم یه وایب وکیشن خاصی میده. مثلا این عکسایی که آدم تو ایتالیا اینا از آدم میبینه، همین که برای خودتون بهتر دیگه نمیپذین. خب دیگه بچه ها همه چی رو گفتم، الان میرم سر فیلم و سریال هایی که به من شدیداً وایب تابستونی میده. اینایی که میگم 100% بر اساس خیلی خوب بودن اون فیلم و سریال نیست، ولی یه چیزی که روحتو تازه میکنه و تو رو کامل وارد اون وایب تابستونی میکنه. Stranger Things سریاله و اگه ندیدین شما خوشبخت‌ترین آدم دنیا هستین، چون میتونه الان از اول تا آخرش رو ببینید. افتاد بچه، یه چیزی افتاد ولی نمیدونم چی. خلاصه Stranger Things مخصوصا فصل آخرش خیلی باحال بود. من پارسال تابستون دیدمش و فکر میکنم امسال هم دوباره ریواچش کنم، چون که میگم خیلی خوب بود بچه ها. بعدی فکر کنم اسمش هست The Summer I Turned Pretty یا تابستونی که خوشگل شدم. آره اینم دوستم پارسال گفت حتما ببینم، اون خوش کتابش رو خونده بود، من سریال دیدم، فکر کنم کتابش بهتره. Never Have I Ever فصل جدیدش هم همین چند روز پیش اومده، میتونید برید ببینید. دیگه جینی و جورجیا رو پیشنهاد میکنم. تو All The Boys هم اونم یه فیلمه ولی چند تا قسمت داره و الان هم یه سریال ازش در اومده، داستان خواهر کوچیک است. یکم اسپویل میکنم، داره میره کره و یکم زندگیشو تو کره جنوبی نشون میده، خیلی قشنگه به نظرم. اون وایبی که من تو کی‌دراما بودم یهو دیدم یه سریال آمریکایی مثلا داره تو کره گرفته میشه و یه عالم بازیگر کره‌ای هم توش بودن، خیلی به مثلا چسبید. اینا همه چیزایی بود که شما توی تابستون حتما 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 باید داشته باشین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. و اگه فکر می‌کنین الان یکم تو حال هوای تابستون نیستین و احتیاج دارین یه نفر اینجوری خودتون بده اون تو، بهتون پیشنهاد می‌کنم به پینترست من سر بزنین، ولاگای تابستونی رو یوتیوب ببینین. و من یه ویدیو دارم پارسال گرفتم راجع به 100 تا کارهایی که توی ایران تو تابستون میتونی انجام بدی و خوشحال میشم حتما برین ببینینش. صرفا تو ایران نیست ولی ورژن ایرانیه از کارهایی که مثلا خارجی انجام میدن، چون مثلا خیلی ها توشون گفته بودن که آره با دوستات دو هفته بر سفر اینا، و اینجوری هم که این هنوز برای ما ایرانیه و خیلی همون قفله. این بود از ویدیو این هفته، مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. مواظب خودتون باشین، میدونین که دوستتون دارم. تابستون خوبی براتون آرزو میکنم. تا ویدیو بعدی، بای.